سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان شیراسواش اقدام گروه طالبان را به خاطر رد کردن درخواست تدریس فقه شیعه در دانشگاه ها محکوم کرد گفته می شود وزارت آموزش عالی حکومت طالبان درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای صدور مجوز آموزش فقه جعفری در سیستم آموزشی این کشور را رد کرده است شیر آیسواش با صدور بیانیه ای در این باره که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیرسی تاکید کرد که ممنوعیت تدریس فقه جعفری در دانشگاه های افغانستان نشان دهنده شکست هرگونه تلاش برای اجرای طرح و برنامه های باسازی افغانستان بر اساس چارچوب تفاهم مشترک است این بیانیه افزود بدین ترتیب برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط مقام های گروه طالبان در رسانه ها مبنی بر اداره این گروه برای مشارکت دادن گروه های مختلف جامعه در باسازی سیستم کلی افغانستان محکوم به شکست است. بیانی مذکور ضمن ظالمان خواندن اقدام اخیر طالبان در ادامه نوشت مقام های طالبان در دیدارهای مختلف خود با چهره ها و نمایندگانی از پیروان مذهب اهل بیت اسمت و تعالی علیهم السلام ادعا کرده بودند که قصد دارند در بازسازی افغانستان از همه گروهها، ها، و قومیت ها استفاده کنند. اما اقدام اخیر غیر واقعی بودن این ادعا را اثبات کرد و نشان دهنده به راندن عمدی و برنامه ریزی شده ای از سوی طالبان در حال انجام است که در واقع مشکل اصلی کشور افغانستان است و ریشه این مشکل عدم مشارکت دادن همه قومیت هاست ها و موجب انتشار نفرت و بی‌ثباتی در سراسر این کشور شده است سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان شیه همچنین حکومت طالبان را به بازنگری مجدد در سیاست ها و تصمیم های خود مانند تصمیم اخیر دعوت کرد و این گروه را به عمل و پایبندی به تعهدات داخلی و خارجی خود فراخواند. گوی داشتم با مصطفی اکوند مدیر سازمان شیه و از ایشان پرسیدم چرا طالبان نمیخواهد فقه جعفری در دانشگاه های افغانستان تدریس شود؟ علائم و مواردی که دولت طالبان به سوی دشمنی با تشیع و با شیعه میره زیاد بود از روزهای اول فقط متاسفانه با قراردادهایی که با کشورهای مجاور مثل ایران و عربستان بسته بودن برای اینکه دشمنی یا جنگی از روی از سوی ایران و عربستان برای ضد اونها نباشه و کشورهایی مثل ایران و عربستان هم سعی کردن از نفوذ خودشون در مردم افغانستان استفاده بکنن و سعی کنن گروه این گروه طالبان را یک گروه طالبان جدید و یک گروه طالبانی که با طالبان قبلی فرق میکنه نشون بدن اما طالبانی که الان هست از گروه حقانی هست این گروه های حقانی گروه های خیلی متعصبی هستند که با تشیع سالهای سال جنگیدن و در محرم ما این موردها رو دیدیم در محرم سال پیش همین اتفاق افتاد یک سری از این گروه ها حمله کردن به مراکز مختلف حمله کردن مراکز شیعی مختلف و به دانشجویان و اساتید دانشگاه و کسانی که برای شیعه کار میکردند و هدفشون این, این بود که حداقل نگذارند که شیعه افغانستان از بین بره الان این روش جدیدی که اتخاذ کرده طالبان اینه که میگه باید ما تشیع یک فرعی از اسلامه و ما باید اسلام اصلی رو یا اسلامی که طالبان فکر میکنن اسلام اصلی هست اون رو معرفی بکنیم و در دانشگاه درس بدیم و نباید تشیع و دین های دیگه تو دانشگاه پخش بشه و ازش صحبت بشه متاسفانه در ولایتی که اینها این کار رو انجام دادن اکثریت شیعه وجود دارن و فقه شیعه همیشه درس داده میشد چه سنی و چه شیعه برای آگاهی بیشتر این درس ها رو می گرفتن و این کورس ها رو در دانشگاه می گذارندن. اما الان طالبان به خاطر اینکه میدونه فرهنگ شیعه و تشیع و فقه شیعه اگر گسترش پیدا کنه در کشور چند چیز اتفاق میفته اولا احترام و آزادی دادن به زنها که طالبان مخالف اون هست اتفاق میفته چون تشیع عقیده داره و احترام خاصی برای خانم ها و خواهرها و دختران قائله و سعی میکنه که اونها آزادی خودشونو داشته باشن و زندگی و چون اساس زندگی این خانم ها هستن و این با فرهنگ طالبان کاملا مقایرت داره از نظر دیگه عدم فرهنگ عدم خشونت و عدم ظلم و ستم فرهنگی هست که طالبان باش مخالفه و فقه تشایی این اساس فقه هست و برای طالبان سختی داره به خاطر همین الان تمام فشارشون رو برای تشیع دارن میارن که بتونن به این وسیله از فرهنگ تشیع و گسترش فرهنگ تشیع خودداری بکنن در دولت خودشون